مقدار مقاومت پایه 1 و 2 خودمون رو روی 7.5 کیلو تنظیم می‌کنیم. تو زمانی که چراغ بنزین روشن هست 10 لیتر، 20 لیتر، 30 لیتر رو چیکار می‌کنیم؟ استفاده می‌کنیم تا بازه زمانی بعدی که چراغ بنزین ما دوباره روشن بشه تست سوخت به دست میاد. اما یه روش دیگه هم ما میتونیم استفاده کنیم که دقیقاً ببینیم این مقدار مقاومت در چه رنجی هست. اگه شما بتونید یه پیکان دیگر رو پیدا کنید که ECU اون ماشین هم از نوع SL96 باشه، میتونید مقاومت بین پایه های 1 و 2 یا 2 و 3 اون رو هم اندازه‌گیری کنید، در صورتی که اون پیکان مصرف سوختش مثلا راننده میگه خیلی خوب هست، حالا همون 110 داره مثلا میسوزونه استفاده میکنه، اون مقاومتی رو که اونجا اندازه‌گیری میکنید رو بیاید روی مقاومت خودروی دیگه هم قرار بدید. اگر 7.4 هست 7.4 قرار بدید، 7.6 هست 7.6 قرار بدید و خودرو بره برای تست مصرف. اگر که حالا مصرف کم و زیاد بود، دوباره با تغییرات بسیار کم مقاومت این کار انجام بدید. دیگه میدونید وقتی میخواید مقاومت رو تغییر بدید، کانکتور قطعه باید جدا بشه، مقاومت 1 اوهم بر سر پایه 1 و 2 و با پیچ گوشتی اون پیچ تنظیم رو بسیار بسیار کم میچرخونید تا اون مقدار مقاومتی که مد نظر شماست به شما نشون بده. نکته خیلی مهمی که در مورد این قطعه وجود داره این هست که زیاد با پیچ تنظیم بازی نکنید، یعنی یه دفعه پیچ خیلی خیلی زیاد به سمت چپ یا خیلی زیاد به سمت راست نچرخونید. وقتی که ما میخواییم تغییرات رو حالا بر روی خودرو به طور مثال ببینیم، با 1% بسیار کم، یعنی اگر بگیم 1 درجه یا 2 درجه، حالا حساب کنید 1 دایره مثلا اینجوری 360 درجه هست، حالا 1 درجهش یا 2 درجه ببینید چه مقدار خیلی کمی هست، اون پیچ تنظیم رو به این مقدار به سمت راست یا به سمت چپ میچرخونید، تقریبا 20 ثانیه تا 30 ثانیه صبر کنید و عملکردش رو برای خود رو ببینید. ببینید لرزش برطرف شد، خود رو حالا در حالت سلو راحت تر کار میکنه. وقتی ما مصرف سوخت رو زیاد میکنیم، خب صدای ماشین تغییر پیدا میکنه، ماشین یکمی گاز میخوره یا ماشین یکمی کم گاز میشه. به این صدای ماشین هم باید خیلی دقت بکنیم و تأثیرش رو ببینیم. پس دقت داشته باشید زمانی که میخواید پیچ رو تنظیم کنید، این پیچ نیست که 1 دور 2 دور بچرخونید، چند درجه، 3 درجه، 5 درجه، بسیار کم، حداقل تا 30 ثانیه باید صبر کنید که عملکرد تنظیمتون رو برای خودرو بتونید ببینید. و نکته دوم که تو خودروهای 405 و سمند برای تغییر مقدار سوختش در ECU های SL96 با توسط دستگاه ABI این کار انجام میدید. در ECU های S2000 به بالا، S2000، زیمنس و بوش ما دیگه تنظیم سوخت رو هم نداریم. در خودروی مثل پرشیا اگر که وجود داشته باشه، ببینید گاهی وقتا شما وارد یک دستگاه ایبیاب میشید در قسمت حالا تغییرات سوخت، اون پارامتر تغییر سوخت رو نمیبینید. اگر که خودروی پرشیا دارید، به طور مثال از قسمت 405 باید استفاده کنید، یعنی وارد منوی خودروی 405 میشید یا منوی خودروی سمن و در قسمت تنظیم سوخت، سوخت خودتون رو میتونید تنظیم کنید. یک رنج میاد، یه طرف مثبت یه طرف منفی، با اضافه کردن سمت مثبت سوخت زیاد میشه، با زدن روی منفی سوخت کم میشه. و این دقت رو هم داشته باشید که چند درجه رو با هم دیگه زیاد نمیکنن، 1 درجه، 2 درجه نسبت به سوختی که خودرو داره. مثلا میگه اگه خیلی سوخت زیاد مصرف میکنه 2 درجه این کار انجام میده، مصرف سوخت یه مقدار بالاست 1 درجه افزایش یا 1 درجه کاهش میدید، باز این تست مقایسه ای رو انجام میدید و عملکرد خودرو رو میبینید. اما در صورتی که با همه این کارها خود مقاومت خراب باشه، خرابی مقاومت رو قبلا خدمتتون توضیح دادیم،
یک مقاومت ممکنه سوخته باشه، یعنی اینکه پایه شماره 1 و 2 یا پایه 1 و 3 رو اگر شما اندازه‌گیری مقاومت کنید می‌بینید مقدار مقاومتی به شما نشون نمیده. 13 تا 14 کیلو اوم رو ماهیت ما مشاهده کنیم اما مقدار مقاومت رو نمی‌بینیم، یا بین پایه 1 و 2 اون مقدار مقاومت مشخص نیست. گاهن شده که پایه 1 و 2 بدون مقاومت هست، پایه 2 و 3 دارای مقاومت هست. پس مشخصاً در اون قسمت مقاومتی که بین پایه 1 و 2 وجود داره قطعی وجود داره. تو این حالت اگر که مشکلات برطرف نشد و اون آثار خرابی مثل لرزش ماشین، شتاب کم یا مصرف سوخت بالا را هنوز داشتید مشاهده می‌کردید، اقدام کنید به تعویض قطعه. در صورتی که بعد از تعویض قطعه مشکل برطرف شد، مشخصاً شما دیگه میدونید که اون پتانسیومتر سیو شما دوچار مشکل بوده و باید در کل تعویض بشه. اگرچه این پتانسیومتر سیو مربوط به سالهای تقریبا 82 تا 84 میشه، 81 نیمه های 81 هم بوده، تا 83 84 داریم. از بعد از اون دیگه ECU های ما تبدیل میشه به S2000 و بعد که دیگه زیمنس و حالا برای خودروهای سمند یا 405 و 206 که بوش قرار میگیره. پس مراجعه خودروها هم برای این قطعه به شما باید بسیار کم باشه و اغلب در خودروهای جدید دیگه این قطعه رو نداره. جمع‌بندی کلی، قطعه پتانسیومتر CO محل قرارگیریش در داخل موتور سمت شاگرد توی اون قسمت بدنه قرار گرفته. وظیفش تنظیم سوخت خودرو هست. سوخت رو باهاش میتونیم کم زیاد کنیم در ECU های SL96، در خودروهای پیکان و آردی، در خودروهای سمن 405 و پرشیا توسط دستگاه ABR این کار انجام میشه. در بعضی از این خودروها ممکن این سنسور رو ببینید. توسط این سنسور، اگر که نبود، توسط دستگاه ABR یک مقاومت متغیر هست دارای سه کانکت، دارای یک کانکتور سه پایه، پایه یکش منفی، پایه دو ارسال سیگنال برگشتی یا ولتاژ به ECU و پایه شماره 3 تغذیه 5 ولتی است که از ECU برای این قطعه ارسال میشه. شرح کار یک ولتاژ 5 ولتی و همچنین منفی از ECU برای این قطعه ارسال میشه و از پایه شماره 2 ولتاژ برگشتی به ECU میرسه. ECU از طریق اون ولتاژ برگشتی، حالا ممکنه بین 0 تا 5 ولت متغیر هست دیگه، در یک رنج خاص ECU مقدار زمان پاشش انژکتورها رو تغییر میده. همینجا شما میتونید تست ولتاژی رو هم بر روی این قطعه انجام بدید. روی کانکتورش پایه 1 و پایه 3 باید 5 ولت رو به شما نشون بده، یا پایه 1ش که منفی بود به ولتاژ مثبت وصل کنید اون مقدار، و اگر پایه شماره 3 رو به بدنه متصل کنیم 5 ولت رو بهمون نشون میده. اثرات خرابی: مصرف سوخت بسیار بالا، لرزش خودرو، اینها از عوامل آشنایی با اثرات خرابیش هست. تست اوهمی قطعه بین پایه 1 و 3 بین 13 تا 14 اوهم داره. پایه 1 و 2 در زمان تنظیم تقریبا 7.5 کیلو اوهم رو به ما نشون میده و با دستگاه تست گاز هم میتونیم باز این مقدار رو تغییر بدیم تا دستگاه تست حالا 4 گاز ما اون مقدار ایدئال رو به ما نشون بده. راحت ترین حالت برای تست این قطعه تست مقایسه‌ای هست که خودرو یک باک بنزین رو پر می‌کنه، در 100 کیلومتر ببینه چه مقدار مصرف کرده. مثلا پیکان 110 هست، در اون 30 لیتر، 20 لیتر یا 10 لیتری که خودرو رو شما بنزین براش قرار دادید چه مقدار مسافتی رو طی می‌کنه، به همین تناسب این کار رو شما انجام میدید. و از نکات مهم، زمانی که می‌خواید عملکرد خودرو رو زمانی که با این پیچ تغییر ببینید، حتما بین 20 تا 30 ثانیه صبر کنید. اگر یه تغییری باشه یا اون پیچ تنظیم میدید 30 ثانیه صبر کنید عملکرد رو ببینید. گاهی شده شخص یه مقدار تغییر داده، دیده هیچ اتفاقی روی خودرو نمیفته، دوباره تغییر داده، دوباره تغییر داده. این تغییرات چپ و راست باعث شده که پتانسیومتر خراب بشه. 30 ثانیه حداقل زمان لازم هست که این تغییرات رو روی خودرو
ببینید لرزش برطرف میشه یا خیر یا حالا هر مورد دیگه. و در خودروهای 405 سمن و پرشیا هم میتونید توسط ایویاب درصد سوخت خودرو رو تنظیم کنید. فراموش نکنید که توی کانال سابسکرایب کنید و کانال رو با دیگر دوستانتون به اشتراک بذارید. تا ویدیوی بعدی، روز روزگار خوش.